شخصیت آقای امیر برای همه ما آشناست، میشناسیم ایشون رو، روزنامه نگار، خبرنگار، در یک کلمه ژورنالیست، محقق، محقق سیاسی و کنشگر سیاسی هستند و به هر حال امروز دعوت ما رو که همطور عرض کردم خدمتتون پذیرفتن برای صحبت کردن. قبل از اینکه میکروفون رو در اختیار آقای امیر بگذارم، یک موضوع دیگری را هم بیان بکنم، مطلب دیگری بیان بکنم. دیروز سالگرد درگذشت دکتر همایون بود. جای داره که یادی هم از ایشون بکنیم. جناب امیر چون این سیستم دفتر پژوهش یا اوایل دفتر سیاسی یا گفتگوهای بین هموندان حزبی از ایده های ایشون بود و حدود 18 سال 17 سال پیش این کار شروع شد به ایده آقای دکتر همایون، شادروان دکتر همایون، که تا حالا ادامه داره و دیروزم درگذشت ایشون بود که 11 سال رو ما پشت سر گذاشتیم بدون ایشون. ولی باید اینجا حقیقتا اعتراف بکنم و اقرار بکنم و افتخار بکنم که ما به عنوان شاگردان آقای دکتر همایون واقعا توانستیم حتی بعد از ایشون، بعد از 11 سال، تمام صمیمیت حزب رو حفظ بکنیم، حزب رو گسترش بدیم. در حقیقت یک پایه بزرگی حزب مشروطه ایران، لیبرال دموکرات، در بین اپوزیسیون ایرانی است و باید با افتخار بگم واقعا من که شخصا اینطور فکر میکنم، خود من افتخار 25 سال 26 سال هموندی این حزب رو دارم. واقعا اینطور فکر میکنم که آینده ایران بدون حزب مشروطه ایران رقم نخواهد خورد. در آینده ایران حتما حزب مشروطه ایران نقش بزرگی خواهد داشت. به هر حال جا داشت که از آقای شادروان دکتر همایونم یادی کرده باشیم، سالگرد فوت ایشون رو، و امیدوارم که به قول روحشون همیشه شاد باشه و از ما شاگردانش راضی باشه، اینطوری بگم، از اون بالا نگاه بکنه از شاگردان خودش راضی باشه. منشأ امیر همینطور که اول صحبتشون فرمودن دو موضوع کوتاه مدت دارن، حالا هر چقدر دقیقه توی ششی به خودشون رو به اصفار دست خودشون هستش صحبت میکنن و بیشتر مایل هستن که ما از ایشون سوال بکنیم که روند برنامه پیش بره. جناب امین دو ساعتی حد ما فرصت داریم و امیدوارم که بتونیم از شما استفاده بکنیم و از شما یاد بگیریم و آگاهی بیشتری پیدا بکنیم. بفهمید. درود بر شما، درود بر همه بینندگان، همه شرکت کنندگان در این مصاحبه. در واقع سه موضوع کوتاه رو میخوام بیان بکنم. موضوع اول مسائل اتمی ایرانه که واقعا هنوز ما هیچی نمیتونیم دربارش بگیم که آیا موفق میشه، موفق نمیشه. من اگر جرأت داشته باشم میتونم بگم که از روز اول به این مذاکرات بدبین بودم، گفتم مذاکراتی شروع نخواهد شد، اگر شروع بشه به توافق نزدیک مدت نخواهد رسید، حتی اگر به توافق برسد از برنامه های اتمی حکومت ایران جلوگیری نخواهد کرد و اجرا نخواهد شد. البته در دیپلماسی هیچ چیز غیر ممکن نیست، همه چیز ممکنه در دیپلماسی رخ بده. از یک طرف ما میبینیم که آقای بایدن خیلی قاطعانه در برابر حکومت ایران ایستاده، ولی ممکنه این ارزیابی درست نباشه و گزارش هایی هستش که حکومت آقای بایدن در بعضی موارد در برابر حکومت ایران کوتاه آمده و یک امتیازاتی رو بهشون دادن که این رو میذارم به بحث دوستان و شرکت کنندگان در این برنامه و چیز بیشتری در این باره نمیتونم بگم جز این که چرا حکومت ایران این چنین اصرار داره که به هر قیمت بمب اتمی رو به دست بیاره و بمب اتمی از نظر آینده ایران، سرنوشت ملت ایران
و آرامش منطقه چه تأثیراتی ممکنه داشته باشه. این یک مطلب. مطلب دوم این است که ما در روز پنجشنبه گذشته یاد روز هولوکاست بود که از طرف سازمان ملل به اعلام شده در سراسر جهان و این واکنشی بود نسبت به حرفهای یهود ستیزانه علی خامنه‌ای که گفت که هولوکاست یک افسانه است، واقعیت نداره. بعد از اونم احمدی نژاد که وامانده بود از مدیریت کشور برای اینکه توجه مردم ایران رو منحرف بکنه از مشکلات واقعی، آمد اون هم گفتش که بله هولوکاست افسانه بوده. بعدم اون مسابقه مسخره کاریکاتورهای ضد هولوکاست رو برگزار کردن و واقعا بسیار تکان دهنده است که یک حکومتی بیاید و بر جسد مردگان بخندد. و این برای ما خیلی جای تعجب نداره، به خاطر اینکه حکومتی که ورود واکسن رو ممنوع میکنه که مردم بمیرن، حکومتی که میآید و مردم رو به گلوله میبندد، حکومتی که میآید و پول مردم ایران رو به سازمانهای ترور میده و مردم گرسنه و ناتوان میشن، یعنی نه فقط جان یهودی ها براش اهمیت نداره، بلکه جان خود ملت ایران هم براش بی اهمیت است. موضوع سوم، من میدونم که شما مشروطه خواه هستید، خواستم تقاضا بکنم و تمنا بکنم که من هر کس هر عقیده داره بهش احترام میذارم، از سلطنت طلبان دو آتشه تا مجاهدین خلق حزب کمونیست کارگری، فدرالیست ها، جمهوری خواهان و غیره و غیره. یک نکته رو میخوام بگم و اون این است که تا هنگامی که همه این گروه ها دست به دست هم ندن و نسبت به هم تفاهم و هم نوایی نشون ندن و مشترکاً اقدام نکنن، حکومت ایران رو نمیشه برانداخت. من الان چند هفته است که یک بحثی رو شروع کردم در تلویزیون کانال یک و از افراد مختلف، از جمله از مشروطه خواهان، سلطنت طلبان و حتی تجزیه طلبان میپرسم که با فرض اینکه حکومت ایران در آینده نامشخص در حال حاضر فرو خواهد پاشید، چه نوع رژیمی رو برای ملت ایران در آینده شما توصیه میکنید؟ این رو مشروطه خواهان رو هم باشون مصاحبه کردیم و باید طیف‌های سیاسی مختلف به تفاهم و همکاری برسن، از لجاجت و اصرار باید خودداری کرد و به یک حدی در ایران آینده رسید که رژیمی باشد که مورد توافق اکثر مردم ایران هست و بیشترین منافع رو برای مردم ایران تامین خواهد کرد. تا همینجا و بسیار خوشحال میشم که پرسش‌های مطرح بشه که من بتونم روشون تمرکز بکنم. بفرمایید. سپاسگزار جناب امیر از مطالبی که بیان کردید. حتما الان همین الان دو سه تا نوبت من گرفتم، اما در مورد قسمت آخر صحبتتون در مورد طیف سیاسی، من و اتحاد یا ائتلاف و یا همبستگی این گروه، این اپوزیسیون برای سرنگونی جمهوری اسلامی که حق با شماست، من خواستم بگم که فقط یه نکته رو بگم که مطمئن باشید که ما هم به تمام عقاید دموکراتی که در صحنه اپوزیسیون وجود داره احترام میذاریم و از آقای پاشایی خواهش خواهم کرد در زمان مناسبی که خودشون بدونن به این قسمت از موضوع شما بپردازن، چون میدونید شما با ما آشنایی دارید، آقای پاشایی دبیر کل حساسن، بپردازن به این مسئله که شما مطرح کردید و توضیح بدن، توضیح رو بیشتر، مسئله رو بیشتر باز بکنن که چه اقداماتی حداقل از طرف ما صورت گرفته برای همبستگی، برای به هم پیوستن این اپوزیسیونی که فعلا در خارج از مملکت هست و برانداز هست حداقل. در مورد مسائل دیگه، از مسئله هولوکاست فرمودید شما،
دقیقا این مسئله در آلمان در تلویزیون های آلمان روز پنجشنبه گذشته در مجلس حتما همه دیدیم و میدونیم که این حقیقت داره و حرفایی که شما همونطور که شما فرمودید خامنه ای احمدی نژاد اینا هر وقت کم میارن از این حرفا زیاد میزنن، ولی به این مسئله هم حتما دوستان خواهند پرداخت. در مورد مسائل اتمی که موضوع اولی بود که شما بهش پرداختید، دقیقا همین دیپلماسی رو هیچ کس ازش خبر نداره که فردا چی میشه. اما جناب امیر، این اولین سوال حقیقتا این استش که ما آنچه که در دوران پرزیدنت ترامپ دیدیم با دورانی که آقای بایدن هستش خیلی تفاوت کرده. بعضی ها در اون زمان میگفتن که یا میگویند یا هنوزم میگن اونایی که ترامپیست بودن اصطلاحاً یا ترامپ رو قبول داشتن که اون آدم اصطلاحاً کاسبکاریست و چون منافع آمریکایی‌ها در ایران حالا جمهوری اسلامی از بین رفته و به جایش کشورهای اروپایی یا چین و روس هستن، سعی بر این مسئله داره که از این طریق وارد بشه و اگر معامله خوبی با رژیم جمهوری اسلامی انجام بده برای ترامپ هم فرقی نمی‌کنه که چه حکومتی در اونجا داره بساب. اما از این طرف در مورد آقای بایدن، با اینکه دموکرات هستن و دم از حقوق بشر زیاد میزنن معمولا دموکرات ها و دورانایی که بودن، ولی الان داریم میبینیم که به هر حال شما هم یه اشاره کردید، یه روز صحبت از مماشات، یه روز صحبت از جلوگیری از بساب یا بحث تمام شدن برجام هستش، یه روز این است که آقای بلینکن میگه که ما تا دو سه هفته دیگه یا هفته های آینده بیشتر فرصت نداریم، روز بعد وزیر خارجه فرانسه میگه من اصلا راضی نیستم. اینها رو به قول معروف چطور میتونم تشخیص بدم که آیا زمان ترامپ حقیقت گفته میشد یا زمان آقای بایدن صحبته که میکنن درست و حقیقت داره، یا حداقل دارن به اون راه به حساب جایی میرن که حقوق بشر رو یا حقوق ایرانیان رو بتونن در این مذاکراتی که دارن حفظ بکنن و جنبه‌ای بهش بدن و ازش حمایت بکنن؟ من تمام از بفهمی خواهش. بله، ببینید اون چه که درباره ترامپ گفتید کاملا درسته که یک بازرگان بود و تمام امور رو با حساب نفع و زیان میسنجید. و نکته دوم این که ترامپ نمیخواست جنگ بکنه، ولی در مجموع ترامپ هم مثل بایدن و مثل دیگران مثل اسرائیل اینا به خطرات بمب اتمی ایران آگاهن و حتی اگر ما تمام قضایا رو از دریچه امور بازرگانی و سود مالی بسنجیم باز هم نفعشون ایجاب میکرد و ایجاب میکنه که از داشتن بمب هسته‌ای محروم باشن. وقت نداریم ولی میتونستم خیلی مفصلتر در این باره سخن بگم. بنابراین سیاست ترامپ که فشار حداکثری بود به نظر من سیاست درستی بود، بدون اینکه بگم ترامپ چه عقایدی داشت. فکر نمی کنم که حاضر بود با حکومت ایران کنار بیاد، چون با حکومت ایران کنار نمیشه آمد، و اگر حکومت ایران با دولتی کنار بیاد یعنی دیگه اون رزون دتر یا علت وجودی خودش رو از دست خواهد داد. بنابراین این رو من مورد قبولم نیست، ولی با فشار حداکثری من تردید ندارم که اگر ترامپ دوره دیگری هم به کارش ادامه میداد حکومت ایران از پا در می اومد. الان هم داره از پا در میاد، منتها آقای بایدن برای ابراز حسن نیت می آید و یک امتیازاتی رو به صورت پنهان به ایشون میده. یک انتقاد بزرگی که از آقای بایدن دارم این است که اولا از دیدگاه من، شما هم بهش اشاره کردید، با دیپلماسی نمیشه کار رو حل کرد. حکومت ایران اهل دیپلماسی و قربونت برم قربونم بری نیستش. حکومت طرفدار تئوری زور هست و هرچی که بیشتر کوتاه بیان در برابرش زورش بیشتر میشه، و بنابراین دیپلماسی شکست خواهد خورد. انتقادی که از آقای بایدن دارم این است که ایشون پیش از انتخابات 4 موضوع رو در کنار هم قرار داد: اتم، موشک،
فتنگری های حکومت ایران در منطقه و حقوق بشر. هنوز به هیچ کدوم از اینها نپرداختن. اگر ایشون تصور میکنه که یه امتیازاتی بده به حکومت ایران و سر اتم با هم کنار بیان که بعدم بتونه موشک رو پیش بکشه، موشک برای حکومت خیلی مهمتر و حیاتیتر از حتی اتم هم ممکنه باشه، که کوچکترین امتیازی رو حکومت ایران به دولت آقای بایدن و دولت‌های دیگر نخواهد داد. اینجا من میپرسم پس حقوق بشر کجا رفت؟ این همه الان داره جنایت میشه در حکومت ایران، چرا از زبان آقای رابرت مالی، از زبان آقای آنتونی بلینکن، از زبان آقای بایدن ما هیچ سخنی در این باره نمیشنویم؟ حتی گفته و حتی در مذاکرات هم اون گروگان گرفته شده های دو تابعیتی رو اصلا صحبتش نیست و مطرح نمی کنن. این است که من نگرانم از کوتاه آمدن دولت آقای بایدن در برابر حکومت ایران و به ویژه نادیده گرفتن حقوق انسانی در ایران، امری که هر روز این رژیم وحشیانه تر و بی ظالمتر و ستمگرتر میشه و دنیا در برابرش هیچ واکنشی نشون نمیده و ملت ایران تنها مانده در این زمینه. بفرمید. بله، سپاسگزارم. آقا جانی بفرمایید. خواهش می‌کنم. درود بر شما. با درودهای ویژه خدمت جناب امیر و سروران بزرگ حزب مشروطه، جناب بیت الله، جناب فؤاد پاشایی. من هم در این سوگ تاریخی هولوکاست شریکم و همدردی خودم رو اعلام میکنم. و اما راجع به مطالبی که امروزه خیلی مهمه، جناب نتانیاهو در دوران صدارت خودش یک نکته ای رو برای اینکه بتونن در واقع احساسات جهانی رو بر علیه ایران جذب کنن و موضوع هامان و دوران خشایارشاه و اون توطئه‌ای که بر علیه در واقع یهودیان گرامی انجام شده بود و بیرون کشیدن و در واقع خواستن تمدن باستانی ایران را همسانسازی بکنن با رژیم کنونی امروز و آخوندها رو در واقع به جای هامان بگذارن و اینکه بخوان یک کوالیسیون بین المللی رو بر علیه رژیم کنونی ایران جذب کنن. این در واقع آغاز یک کارت اشتباه سیاسی بود که از طرف آقای بنت امروزه داره دنبال میشه، از طریق خانم برندا شفر دارن کارت جدایی طلبان و غیر مزالک رو بازی میکنن که بسیار نه تنها خطرناک است، نه تنها اتحاد ملی ایران رو به هم میزنه و چه بسا که بتونه ایرانیان رو در پشت رژیم جمع بکنه. این بازی کردن کارت جدایی طلبان، این که خود جناب عالی هم در اوایل سخنتون فرمودید که اندیشه های مختلف، سلیقه های مختلف سیاسی همشون ویلکامن، حتی جدایی طلبان، فوق‌العاده کارت خطرناکی به نظر میرسه. توضیح جناب عالی راجع به این قضیه چیست؟ درود بر شما. بله، سپاسگزارم. پیش از این که وارد جزئیات بشم، بفرمایید که برندا شفر کیه؟ خانم برندا شفر یه تحلیلگر آمریکایی است که دکترای سیاسیشو در دانشگاه حیفا گرفته و از سال 2000، در واقع 2020، در با دولت جمهوری آذربایجان همکاری داره. گویا گفته میشه که یک وام 1 میلیون دلاری هم از طرف شرکت‌های نفتی آذربایجان دریافت کرده و بسیار مراودات گرمی دارن با آذربایجان و آذربایجان و جدایی طلبان با حضور ایشون گویا یه چراغ سبزی رو دریافت کردن مبنی بر این که اونا میتونن به این با این کارتای تجزیه طلبی، یعنی یک برآورد غلطی از تبلیغات چپ و جدایی طلبان در آذربایجان که تعدادشان حتی 1% مردم آذربایجان هم نیست و اینها خیال میکنن که همه آذربایجان قصد جدایی و چسبیدن به آذربایجان رو داره، در صورتی که کاملا با واقعیت مخالفه. درود بر شما. اوکی، اون چه که گفتید یه مقدارش درست بود. شما رئیس کدوم سرویس امنیت و اطلاعات هستید که اطمینان دارید که خانم برندا شفر، تکرار میکنیم، خود شما گفتید ایشون آمریکاییه، دکتراش رو در اسرائیل گرفته،
در دانشگاه حیفا قبول کاملا موثقه. این اطلاع که ایشون 1,000,000 دلار از کمپانی های نفتی گرفته، این خبر رو شما از کجا آوردید؟ کدوم سرویس امنیت و اطلاعات؟ این همین الان در ویکی‌پدیا میتونید اینو ببینید، اونجا درج شده. من به هر حال 100%. نه کی گفته؟ ببینید، جعل اخبار و تهمت بستن و انگ بستن بسیار رایجه، بسیار بسیار رایجه. حالا فرض کنیم که یک خانم آمریکایی که آمده دکتراش رو در اسرائیل گرفته، الان در اولا دولت آذربایجان چه نیازی به یک زن آمریکایی داره که بیا تجزیه طلبی رو تشویق بکنه یا محکوم بکنه؟ چه احتیاجی داره؟ بفرمایید. خدمتتون عرض کنم جناب امیر، ببینید وقتی دولت ترکیه احساس ضعف میکنه، میخواد یه پیروزی سیاسی به دست بیاره، میتونه تحریک کردن آذربایجان به همکاری، تحریک کردن آذربایجان ایران با همکاری آذربایجان شوروی سابق، در واقع میتونه یه پیروزیای سیاسی از این طریق به دست بیاره که بتونه جبران عقب ماندگی ها و جبران مشکلات اقتصادیشو بکنه. اینها بازی هایی است که در من خدمتتون عرض کنم. اجازه بدید. نه اجازه بدید. اجازه بدید. شما فرمودید دولت ترکیه. دولت ترکیه اولا با اسرائیل چه ارتباطی داره؟ من تایید میکنم حرف شما رو. در جنگ قره‌باغ ارتش ترکیه بود که پیروز شد، نه ارتش آذربایجان. قبول دارم حرف شما رو، ترکیه منافعی داره. اولا این به دولت اسرائیل چه ارتباطی داره؟ خانم برندا شفر یک زن آمریکایی چه قدرتی داره، چه ارتشی داره، چه سازمانهایی داره، چند نفر افراد داره که بیاید و در خدمت ترکیه به تجزیه آذربایجان کمک بکنه؟ بفرمایید. ببینید داستان اینه که اون افرادی که تجزیه طلبن به کوچکترین گرین لایتی که ببینن احساس موتیویشن میکنن و فکر میکنن که گویا که اسرائیل تمایل داره چنین کارتی رو بازی بکنه. بر چه اساسی ما میتونیم بگیم که اسرائیل تمایل داره که ایران رو تجزیه بکنه؟ مگر اسرائیل دیوانه است که بیاید مرغی را که تخم طلا میگذاره بکشه؟ تجزیه ایران منافع اسرائیل رو به شدت به خطر میاندازه. تجزیه ایران فتنه‌گری در سراسر منطقه است. خانم برندا شفر چه ارتباطی با اسرائیل داره؟ و چه حتی اگر ارتباطی با اسرائیل نداره، دولت آذربایجان و دولت ترکیه چه نیازی به یک خانم آمریکایی دارن؟ که مگه خودشون فلجن؟ دست و پاشون از دست دادن؟ چه نیازی به برندا شفر دارن که دستگاه های تبلیغاتی حکومت ایران در هر بحثی که من شرکت میکنم خانم برندا شفر رو عنوان میکنن؟ من 100 تا تحلیلگر و کارشناس و استاد دانشگاه اسرائیل رو میتونم برای شما نام ببرم که همشون میگن که تجزیه ایران فاجعه بزرگی برای کشور اسرائیل و برای خاورمیانه. بفرمایید. هزاران آفرین بر شما جناب امیر. قصد از مطرح کردن این پرسش همین بود که این آگاهی ها بیاد وسط که دیگران و اون جدایی طلبان چگونه به این قضیه نگاه میکنن و مراقب این قضایا بود. و نکته آخرم این که به هر حال یک پرسش دیگه دارم ازتون. میبخشید. چه کرده اسرائیل در طول زمان که نشون بده که اسرائیل تجزیه طلبه و میخواد ایران رو تجزیه بکنه؟ یه دونه رو به عنوان نمونه بیان بفرمایید. اول همین سخنان اولتون که گفتی چه جدایی طلبان، منو دلخور کرد جناب امیر. نه مطلقاً من یک فرد دموکراتم. ملت ایران حق داره که بفهمه پادشاهی چیه، مشروطه خواه چیه، مشروطه پارلمانی چیه، جمهوری خواه چیه، تجزیه طلب. ما باید بدونیم، باید بدونیم که وقتی من یک تجزیه طلب رو میارم که در بحث شرکت بکنه، همونطور که یک سلطنت خواه رو آوردم، ملت ایران بشناسه و از خطر آگاه بشه. این وظیفه ملی منه که بیارم تجزیه طلب رو بگم حرفاتو بزن
بعد ملت ایران قضاوت بکنه. وظیفه ملی من هست. بفرمایید. من سپاس تاریخی از جناب عالی و تلاشاتون دارم. من یقینا میدونم که اسرائیل کاملا در پشت ایران یک پارچه هست و البته. از اقدامات شما در صدای رادیو اسرائیل ما اینا را سوابقش را همه رو داریم، اما گاهی وقتا به بعضی افراد میکروفون دادن و حتی آنها را در جلسه رسمیت بهشون دادن، این از نگاه افراد ناآگاه به جای دموکراسی تأیید تلقی میشه. به هر حال جسارت نمی کنم. نه خواهش میکنم. ببینید وقتی که شما مشروطه خواه رو میارید در برابر جمهوری خواه قرار میدید، در برابر فدرالیست قرار میدید، در برابر تجزیه طلب قرار میدید، این شما به درک و شناسایی و آگاهی ملت کمک میکنید. ملت رو باید آشنا به موضوعهای سیاسی. ببینید اگر در دوران گذشته ملت ایران میدونست که روح الله خمینی چیه، میدونست که اسلام افراطی چیه، به خطراتش آگاه بود، ما امروز به این فاجعه دچار نمیشدیم. یه موضوع دیگر رو که تایید حرف شما خواهد بود، در مقایسه هامان با حکومت کنونی ایرانه. من به آقای نتانیاهو تذکر دادم، منم شخصا دلخورم، ولی چون من رسانه‌ای هستم به فوت و فن رسانه واردم و میدونم که چرا ایشون گفتش که حکومت باستان ایران و حکومت کنونی ایران، این رو خدمتون توضیح میدم. ولی همیشه بهش گفتم آقا حساب مردم ایران رو با حکومت ایران جدا بکنید، نگویید ایران، بگویید رژیم اسلامی ایران، بگید جمهوری اسلامی ایران. ولی از نظر رسانه‌ای خدمتون عرض بکنم، ببینید اون افرادی که این سخنان خطاب به اونا بیان میشه درک سیاسی جالبی ندارن. شما وقتی یک کالای رو میخواید عرضه بکنید به بازار، باید روی نکات خیلی برجستش تاکید بکنید. و حرفی که حکومت و نتانیاهو میزد و من قبول ندارم این است که میخواست که بگه در گذشته افرادی بودن، اینطوری خوب بود بگه، افرادی بودن که قصد جان یهودیان رو داشتن. خواهش میکنم برید و داستان استر و مردخای رو بخونید. اونا ایرانی نبودن، هامان ایرانی نبود، هامان به اسمش عقاقیه یا به عربی میگن عجاجی، احتمال داره که از دریای اژه آمده بود. امپراتوری ایران، البته این استر و مردخای افسانه است، یه واقعیت تاریخی نداره، اون پادشاه ایران بر یک امپراتوری بزرگ از هند تا حبشه مسلط بود و افراد مختلفی از ملیت‌های مختلف در این حکومت قرار داشتن. یهودی بود درشون، هندی بود، حبشه‌ای بود و فردی به اسم هامان عقاقی یا عجاجی به صدارت عظما رسیده بود که احتمالاً از دریای اژه آمده بود. این فرد می‌خواست دستور بده یهودیان رو بکشن. پادشاه وقتی که به فرمان اشتباه خودش پی برد از استر که ملکه ایران بود دلجویی کرد و گفتش که یهودیان برن و تمام آنانی رو که قصد جانشون رو داشتن نابود بکنن. 127 سرزمین در اختیار امپراتوری ایران بود. بنابراین این ادعای حکومت ایران که میگوید اولین هولوکاست رو یهودیان انجام دادن کاملا اشتباه. اونهایی که کشته شدن، باز میگم افسانه است، هیچ سندیت تاریخی نداره، ولی باز بر حسب این افسانه اونهایی که کشته شدن افرادی بودن که میخواستن یهودیان رو نابود بکنن. ممکنه هندی بودن، حبشی بودن، پاکستانی بودن، عراقی بودن و غیره و غیره، و آمدن و ادعا کردن که یهودیان ایرانی کشتن درست نیست. من هم اگر به جای نتانیاهو بودم مسلماً میگفتم هامان در دوران افسانه‌ای ایران و میگفتم صدر اعظم بود، پادشاه ایران نبود، پادشاه ایرانی بود. ولی همونطور که عرض کردم در فلسفه سخنرانی‌های سیاسی در مجمع عمومی و دیگران ساده میکنن جریان رو. متاسفم از این جریان، ولی مطلقاً به ملت اسرائیل
ارتباطی نداره. این حرف کوروش کبیر در تورات یهود به عنوان منجی خداوند ماشیه شناخته شده، در تورات نوشته شده کوروش من همه درها رو به روی تو باز خواهم کرد و همه قفل‌ها رو در برابر تو خواهم گشود. و کوروش تنها پادشاهی است که در تورات یهودیان این همه مورد تجلیل و احترام قرار گرفته و تنها فردی است که از او به خوبی یاد شده و هیچ در نام کوروش کبیر یا پادشاهان دادگستر ایران در کتاب مقدس هیچ ملت دیگری نیامده است. این است که یهودیان به سرزمین ایران بسیار وابسته هستند، بسیار دوست دارند. یهودیان ایرانی که در اسرائیل هستند، باور کنید پسر من ایرانی نیست، پسر من خانمم آرژانتینی بود. پسر من میگوید که هیچ قومی را و ملتی رو مثل ایرانیان اسرائیل من وابسته به ایران ندیدم. من خودم، من 62 ساله در اسرائیل زندگی میکنم، من هنوز فارسی صحبت میکنم، هنوز غذای ایرانی میخورم، هنوز موسیقی ایرانی میشنوم و هنوز به امور ایران میپردازم. این است که یک دوستی دیرینی بین دو کشور وجود داره. نمیخوام طولانی صحبت کنم، ولی باز یه نکته دیگر رو خدمتتون بگم و اون این است که وقتی یهودیان به همت پادشاهان ایران به سرزمین پدریشون بازگشتن و حصاری دور اورشلیم به وجود آوردن و دروازه درست کردن، روی دروازه اورشلیم نقش شهر شوش بود. شوش پایتخت ایران بود. پرسیدن چرا؟ گفتن به خاطر اینکه شوش و ایران بخشی از وطن ماست و ما قدردان ملت ایران هستیم. بنابراین خلاصه میکنم، تمام آنچه که در مورد جدایی طلبی اسرائیل گفته میشه، اینها در واقع تبلیغاتی است که حکومت ایران القا میکنه، چون هیچ چیزی رو ندارن علیه دوستی دو ملت بگن، میآیند و این دروغ ها رو ایجاد میکنن. یه خانم هم هست، برندا شفر، نوش جانش بره هر کاری میخواد بکنه، دولت ترکیه هم بهش نیاز داره، دولت آذربایجان هم بدون اون نمیتونه نقشه های تجزیه طلبیش رو اجرا بکنه. و بالاتر از همه، من با اوضاع آذربایجان آشنایی دارم. جمهوری آذربایجان هرگز نخواسته و نمیخواهد که آذربایجان ایران رو به تصرف خودش در بیاره. بفرمایید. درود به منش امیر گرامی که ما همشون از ایشون خیلی چیزا یاد گرفتیم. یک چیز مهمی که من میخوام سوال کنم، در واقع در سوال من دو تا سوال در واقع در یک سوال جا میگیره، و اونم اینه که از نظر تاریخی اورشلیم، شهر قشنگ اورشلیم که پشت سر شما هست، محمد هر چه فاصله ای به اورشلیم اومد تا زمانی که محمد زنده بود، یک، و دوم اینکه مسجد الاقصی را کی ساخت و چند سال بعد از مرگ محمد. متشکرم. بله، سپاسگزارم. دو تا پرسش خیلی مهم کردید. ببینید، شهر اورشلیم و بیت المقدس یا بیت المقدس یا بیت المقدس به زبان عربی 3000 سال پیش ساخته شد. این علامت ملیت یهود و علامت موجودیت دین یهود بود، یعنی یک جایگاهی است که هم جنبه مذهبی داشت، چون یهودیان معتقد سه بار در سال در اعیاد خود بیایند و به زیارت بیت المقدس بیان، و هم نشان سیادت و حاکمیت ملت یهود بود. 3000 سال پیش ساخته شد. دین اسلام 1400 سال پیش به دنیا عرضه شد، دین مبین اسلام. من هیچ تعصبی و مخالفتی با هیچ دینی و از جمله دین مبین اسلام ندارم. و این که گفت، و یه نکته مهم دیگر، در قرآن مجید حتی یک بار نام اورشلیم نیامده. در کتاب مقدس یهودیان تورات نام اورشلیم بیش از 300 بار تکرار شده. حضرت محمد هرگز به اورشلیم نیامد. ولی اگر به معراج ما اعتقاد داشته باشیم،
حضرت محمد با اسب خودش شبانه آمد به الاقصا. الاقصا در زبان عربی یعنی دورترین، آمد به دورترین و بازگشت، نامی از اورشلیم نیست. بعد در دوران عمر ابن خطاب، فکر میکنم نه خطاب، 400 سال بعد از اسلام، یعنی حدود 1000 سال پیش، آمدن و روی خرابه های بیت المقدس یهود مسجد الاقصا رو برپا کردن که یک گنبد نقره‌ای رنگ، معمولا هم سیاه چون اکسیژن میگیره، بنا کردن. و این رو یکی از خلفای اسلامی، الان اسمش یادم نیست، ولی تقریبا 400 سال بعد از ظهور اسلام این رو برپا کرد. و بعد مسجد عمر یا قبة الصخرة یا همان گنبد طلایی بسیار زیبا، اون هم بعدها برپا شد. بنابراین یه چیز خیلی خوشمزه میتونم براتون بگم. میدونیم که ما شیعیان نسبت به عمر بن الخطاب چه احساسی دارن و چه توهین هایی میکنن. عکس گنبد طلایی یعنی مسجد عمر یعنی قبة الصخرة سالیان دراز پشت سر خمینی بود، یعنی خمینی حتی نمیدونست که این مسجد عمره و مسجد الاقصا در فاصله 10-15 متری اونجا قرار داره که تو عکس دیده نمیشه. بنابراین یه نکته دیگر رو هم خدمتون بگم که مسلمانان عادت داشتن که هر شهری رو که میگرفتن، هر کشوری رو تسخیر میکردن، در معابدشون، در کلیساهاشون اینها رو خراب میکردن و روش یک مسجد میساختن، مثل مسجد ایا صوفیا در استانبول. بفرمایید. سپاسگزارم. اختیارتون است. آقای موسوی، خواهش میکنم بفرمایید. درود بر شما عزیزان. من به خاطر وقت خیلی کوتاه میام سر اصل مطلب. عزم بزرگتون که سوال من از جناب مشرمی هستش که با توجه به منافع جمهوری اسلامی ایران برای در واقع قدرت‌های منطقه‌ای و شرکای تجاری اروپاییش، آیا این امکان واقعا وجود داره که مردم ایران بتونن که این حکومت رو سرنگون کنن؟ و چقدر شما اینو در واقع میبینید که ما حمایت کنن از جمهوری اسلامی و در مقابل مردم ایران سفارایی کنن؟ متشکرم. خواهش میکنم. ببینید، ما از 5 کشور میتونیم صحبت کنیم: چین، روسیه، ایالات متحده و کشورهای اروپای غربی یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا. به نظر من هیچ کدوم از اینها خواهان برافتادن حکومت ایران نیستند. آنچه را که میخواهند حفظ روابط بازرگانی با حکومت ایرانه، آنچه که میخواهند حفظ امنیت منطقه است، و آنچه که میخواهند دست برداشتن حکومت ایران از تهدیدهایی است که ممکنه امنیت اونها رو به خطر بیاندازه و بازرگانی ها رو دچار اخلال بکنه. این مطلب رو باید همگان در نظر داشته باشن که حتی اسرائیل و آمریکا و کشورهای دیگر بر حسب منافع ملی خودشون سیاست خارجیشون رو تعیین میکنن. بنابراین این رو ملت ایران باید بدونه که سرنوشتش دست خودشه. این که فلان حکومت نمیخواهد و تا موقعی که فلان حکومت بخواهد این رژیم خواهد ایستاد یا خواهد افتاد، این رو من قبول ندارم. قبول ندارم. وقتی که ملت ایران برخیزه و ثابت بکنه که عزم جزم داره که سیادت و استقلال و حاکمیت خودش رو از نو به دست بیاره، وقتی که کشورهای دیگر به این نتیجه برسن که ایران با برافتادن رژیم کنونی دچار فروپاشیدگی و هرج و مرج نخواهد شد و تجزیه نخواهد شد و یک رهبری یا یک قدرتی یا یک انسجامی بین ملت ایران به وجود خواهد آمد که ایران رو از بحران بیرون بیاره، همه کشورهای دنیا از حکومت بعدی دفاع خواهند کرد.
ببینید بیایید دولت روح الله خمینی رو براتون مثال بزنم. ما در اوج جنگ سرد بودیم، یعنی اتحاد شوروی در برابر کشورهای غربی، حزب کمونیست، مجاهدین، فداییان و اونهایی که چپ بودن، چپ افراطی بودن، بسیار قدرت گرفته بودن و ایالات متحده و اروپا بیم داشتن که اگر حکومت شاه فقید ایران فرو بپاشه، کمونیسم جای اون رو خواهد گرفت. بنابراین در اوج جنگ سرد باید اقدامی کرد که حکومت ایران، یعنی این گذر یا گذار به صورت خیلی مطمئن و بدون بحران انجام بشه. این بود که حتی جیمی کارتر در ایالات متحده آمدن و گفتن خیلی خوب، ما اگر روح الله خمینی رو بیاریم، فرد مقتدریست، میگه فردا ساعت 8 صبح کارگران نفت اعتصاب کنن و اعتصاب میکنن، بنابراین قدرت داره، میتونه وحدت ایران رو حفظ بکنه، میتونه انتقال قدرت رو در کوتاه‌ترین مدت و با کمترین هزینه انجام بده و میآیند و حتی رابرت هویزر رو میفرستن ایران که ای افسران ارتش ایران کودتا نکنید، بگذارید که خمینی به روی کار بیاد. میخوام نتیجه بگیرم و میبخشید که من خمینی رو مثال میارم، نتیجه بگیرم و نتیجه این است که نفع کشورهای بیگانه ایجاب میکنه که یک کشور دوچار هرج و مرج نشه، دوچار تجزیه نشه و اگر کسی یا کسانی باشن که بتونن ملت ایران رو رهبری بکنن و از این هرج و مرج جلوگیری بکنن، همه دولت‌های دنیا ازشون حمایت خواهند کرد. یعنی ملت ایران اول باید ثابت بکنه که واقعا میخواد که این حکومت بر بیفته و حاضره که قربانی بده، حاضره بهای سنگین اون رو بپردازه. اون موقع هست که من امید دارم که دولت‌های خارجی بپیوندن به ملت ایران و بهشون کمک بکنن. تا موقعی که از تو حرکت نیست، از خدا برکت نخواهد بود. تا اینجا. دقیقا مثال درستی رو زدید جناب امیر. آقای شمس شما در نوبت هستید. درود. مرسی. درود بر استاد منش امیر عزیز و هموندان گرامی. در مورد سوال سوم جناب علی که و در تایید صحبتتون که اتحاد گروه ها تنها راه صهیونیست رژیمه، میخواستم به سوالتون جواب بدم که فرمودید که بخیم. چه حکومتی رو برای آینده پیشنهاد میکنید؟ من میخواستم از پروفسور جمشید بهنام که چند ماه پیش فوت کرده متاسفانه یه فکتی بیارم. ایشون در کتاب مدرنیته و مدرنیزاسیون میگه که مدرنیته یک بار فقط انجام شد، اونم در اروپا، از فلورانس شروع شد که به رنسانس معروف، و مدرنیزاسیون چیزی هست که در کشورهای دیگه است. یعنی شما دیگه نمیتونی مدرنیته را انجام بدی، شما میای چیکار میکنی؟ مدرنیته، بخشی از مدرنیته که تکنولوژی هست رو میاری در کشور خودت، با فرهنگ سیاسی کشور میکس میکنی، هماهنگ میکنی. یعنی مدرنیزاسیون ژاپن با مدرنیزاسیون ایران فرق میکنه، مدرنیزاسیون ایران با اسرائیل فرق میکنه، و یعنی هر کشوری یک روند برای مدرنیزاسیون داره. حالا ما فرهنگ سیاسی ما چی میگه؟ ببینید کتاب تاریخ نخوندیم، وقت نکردیم، حالا هرچی، شهرهای باستانی بریم ببینیم، اصفهان، شیراز، شوش، دانیال و این همه شهرهای قدیمی، یا نرفتیم شاهنامه فردوسی رو بخونیم. ببینید بهترین دوران تاریخ ایران باستان دوران پادشاهی بود، از زمان قدیم، از هخامنشیان ساسانی. این رو میخوام بگم که جمهوریت با فرهنگ ایران سنخیتی نداره. ما تنها نمونه‌ای که داشتیم همین جمهوری نکبت اسلامی. من میخوام بگم که سیستم پادشاهی، مدرنیزیشن ایرانی از پادشاهی میگذره، یعنی یک سیستم پادشاهی مبتنی بر پارلمان، یک پارلمان مستقل. من صحبتم همینجا تموم میکنم، اگه در این خصوص صحبتی بود من ممنون میشم که دارم.
بله ببینید، دو نکته رو میخوام بگم. یکی این که من به اسرائیل نگاه میکنم. ببینید اسرائیل در شناساندن فرهنگ ملی خودش به دانش آموزان بسیار کوشاست. دلم میخواست، آرزو دارم که همونطور که مدارس اسرائیل هفته دو هفته ماهی یک بار یک گردش دست جمعی ترتیب میدن، میبرن بچه ها رو در نقاط باستانی کشور، و تو اسرائیل هم هر وجبش رو که شما حفر بکنید آثار باستانی پیدا میکنید، میبرن و بهشون نشون میدن این وطن شماست، این فرهنگ شماست، این تاریخ شماست، یاد بگیرید. یعنی در محل بهشون یاد میدن. شما به شاهنامه اشاره کردید، کاملا حق دارید. ای کاش شاهنامه در مدارس ایران تدریس میشد. ما باید فرهنگ ملی ایران رو بشناسیم، و وقتی که بشناسیم بهش وفادار خواهیم بود و دوستش خواهیم داشت و در راه بهش افتخار خواهیم کرد. در مورد بحثی که ما در شبکه تلویزیونی داریم، ببینید ما الان 6 تا مصاحبه رو پخش کردیم، هر هفته یه مصاحبه، و 2 تاش یا 3 تاش سلطنت طلب بوده و مشروطه پادشاهی بوده و طرفدار رژیم پارلمانی مشروطه بوده. بذارید من خودم موضع نمیگیرم، برای من موضع گیری مطلقا نخواهم گفت که من کدوم رژیم رو ترجیح میدم، ولی عرض کردم دوباره وظیفه ملی من هست که به بینندگان شنوندگان نشون بدیم که هر کدوم از این طیف‌های سیاسی چی میگه، بدون اینکه خودمون موضع گیری بکنیم. نگران نباشید، 3 تا مصاحبه با مشروط خواهان تا به حال پخش شده، یکی 2 تا دیگه هم انجام خواهد شد. یعنی ما آمدیم و سعی کردیم که طیف‌های مختلف رو بگیریم و جنبه‌های مختلفش رو به آگاهی ملت ایران برسونیم. بفرمایید. سپاس از شما جناب عوی، سپاس از آقای شمس موضوعی که مطرح کردن. آقای کلانتری عزیز بفرمایید. شما درود بر شما، درود بر استاد امیر نازنین، و سپاسگزارم که این فرصت دست داد که بنده هم خدمت شما باشم و استفاده کنم از محضر استاد امیر. شکی نیست جناب امیر که جمهوری اسلامی به سمت هولوکاستی دیگه داره قدم بر می‌داره. دیوانگانی همچون خمینی و خامنه‌ای جا پای هیتلر گذاشتن و به هر حال باب این دشمنی رو حتی به جعلی باز کردن، و توی بحث ارتباط ملت‌ها و دشمنی که خمینی با اسرائیل شروع کرد، اینو خیلی خوب می‌دونیم که ارتباط معمولی مردم ایران و اسرائیل نقطه جوش جمهوری منحوس اسلامیه. یعنی هر زمان این ارتباط شکل میگیره، جمهوری منحوس اسلامی و نکبتبار اسلامی به نقطه جوش خودش میرسه. میخواستم خدمتتون عرض بکنم سال گذشته جمعی از هنرمندان و ورزشکاران بین المللی یک بیانیه رو تو روز جعلی قدس منتشر کردن. اگه اجازه بدید من 3 خط 4 خط هستش این بیانیه رو خدمتتون بخونم. بفرمایید. اکنون که ما ایرانیان در جای جای جهان هم صدا با یکدیگر فریاد نه به جمهوری اسلامی سر می‌دهیم، وقت آن است تا دنیا چهره واقعی جامعه ایران را که خواهان صلح و دوستی است ببیند. ما ایرانیان آزادی‌خواه به جهان اعلام می‌کنیم روز قدس را به رسمیت نمی‌شناسیم، در تعیین این روز هیچ دخل و تصرفی نداشته، و هرگز رژیم جنگ طلب و غارتگر جمهوری اسلامی را نماینده مردم ایران نمی‌دانیم، و رفتار و اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی را نسبت به تمام ملت‌های جهان خصوصا مردم اسرائیل محکوم می‌کنیم. ما هنرمندان و ورزشکاران ایرانی برای نخستین بار در طی 43 سال گذشته به صورت رسمی قدم در جهت اعلام دوستی و صلح با ملت اسرائیل برداشته و آمادگی خود را برای هر گونه همکاری مشترک در زمینه پروژه‌های هنری و ورزشی با هنرمندان و ورزشکاران عزیز اسرائیل اعلام می‌کنیم، و امید داریم سال 2021 در جهان سال دوستی ملت ایران و اسرائیل
در راستای ایجاد پیمان صلح کوروش باشد. این بیانیه دقیقاً روز جلی قدس سال گذشته منتشر شد و جمع زیادی از ورزشکاران و هنرمندان که تو سطح بین المللی شناخته شده هستن امضا کردن این بیانیه و منتشر شد تو رسانه‌های مختلف و بعد از اون سیل تقاضای برای امضا خصوصا از داخل ایران و حتی مردم عادی جناب امیر به سمت ما خیلی اومد، چون ما پایگاه و منبع انتشار این بیانیه بودیم و خیلی دوست داشتن مشارکت بکنن. یک کمی تأمل و تحمل کردیم که فضای دیگری فراهم بشه برای ادامه این بیانیه. الان داریم نزدیک میشیم به بهتر بگم روزهای سیاه تاریخ ایران من 57، روزی که خمینی منحوس به کرسی نشست، اونجا به اشتباه هم نشست روی کرسی، و قصد داریم که فاز دوم این بیانیه رو اجرا بکنیم. فاز قبلیش هنرمندان و ورزشکاران بودن، این فاز رو تصمیم داریم و پیشنهاد میکنیم که کنشگران مدنی و سیاسی داخل و خارج ایران هم بپیوندن به این پیمان دوستی و ارتباط و همکاری با ملت عزیز اسرائیل. اول میخواستم سوال کنم از خدمتون این که نقطه نظرتون رو در ارتباط با این حرکت بفرمایید، بعد اینکه اگر این فاز دوم قرار باشه اجرا بشه نیاز به یک حمایت رسانه‌ای هستش از جوانب مختلف توی فضاها و پلتفرم‌های مختلف که قطعا حضور شما و تایید شما خیلی میتونه کمک بکنه، و دوستان عزیزی که میخوان به پیوندن طبیعتا نیاز دارن که این فرصت در اختیارشون قرار بگیره تا فاز سومش که تبدیل بشه به یه پتیشن که مردم عام و عموم هم بتونن بیان اونو امضا بکنن توی سایت مربوطه و رسما ثبت بشه و اعلام بشه به دولت و مردم اسرائیل. سپاس از این وقتی که به بنده دادید. خواهش میکنم. من سپاسگزارم از شما. تصور میکنم که مبارزه با حکومت اسلامی ایران تنها در یک مسیر نیست، بلکه در مسیرهای مختلف و متفاوت باید با این حکومت درگیر شد و بهش جواب داد و در برابرش کوتاه نیامد. همون گونه که حجاب و تحمیل حجاب یک معنی داره و یک هدفی داره در حکومت ایران، وقتی که زنان ایران به کمک برادران خودشون بیاین و این حجاب رو منتفی بکنن و بر تحمیل حجاب پیروز بشن، این یک شکست بزرگ برای حکومت. بنابراین در هر زمینه و هر موردی باید این حکومت رو به شکست واداش و باش درگیر شد. ببینید، مسئله این نیست که روز قدس باشه یا روز قدس نباشه. اسرائیل بیدی نیست که از این بادها بترسه. اسرائیل بلد از خودش دفاع بکنه. هولوکاست دیگری امیدواریم هرگز رخ نده. اون موقع ارتش اسرائیل و دولت اسرائیل وجود نداشت، امروز داره و یک ارتش پرقدرته و در برابر حکومت ایران خواهد ایستاد. بنابراین امیدواریم هولوکاست دیگری رخ نده، ولی در هر موردی که ممکنه باید رسوایی این حکومت رو بر تشت بام زد. و همین اقدامی که شما کردید و در مورد اونچه که به صورت جل روز قدس نامیده میشه، بسیار من از شما سپاسگزارم و ازش استقبال میکنم، چون حکومت خمینی و خامنه ای دلشون برای فلسطینی ها نسوخته. فلسطینی ها رو به عکس میخوان، فلسطینی ها رو گوشت دم توپ بکنن، برن کشته بشن به صورت جنگ نیابتی که شاید بتونن آسیبی به ایران وارد بیارن. اگر رژیم ایران این همه جنایت میکنه به علیه ملت ایران، چگونه میتونه ادعا بکنه که دلش برای فلسطینی ها میسوزه؟ بنابراین این تظاهر فقط به هدف به دست گرفتن رهبری جهان اسلام و یه نوع مبارزه است بین شیعه و سنی. بنابراین آفرین به شما و بسیار استقبال میکنم که در این مورد هم مثل همه موارد دیگه به حکومت باید نشان داد که تنها مونده، انزواست بر ایرانیان تحمیل نخواهد کرد، ملت ایران رو فریب نخواهد داد، ملت ایران رو نمیتونه
به بیراهه بکشن. این یکی. دومی که ازتون تمنا دارم، اون متن بیانیه رو من اولین بار بود میشنیدم، برای دوستمون آقای فرزام بفرستید و ما این رو در وبسایتمون منتشر خواهیم کرد. همین یک روز بعد از اینکه به دست آقای فرزام برسه ما این کار رو خواهیم کرد با استقبال بسیار. نه فقط این، من این رو به شیوه های مختلف به آگاهی مقامات هم خواهم رسون. و درباره بخش سوم سخنان شما که باید یک نهادی باشه که این فعالیت رو تقویت بکنه و تشویق بکنه، باید بررسی کرد که چه امکاناتی وجود داره. سپاسگزارم از شما. سپاس از حمایت شما، سپاس از لطفی که داشتید و پاسخ دادید. فقط من تصحیح کنم در خصوص جمله اولم در باره هولوکاست که صحبت کردم، قطعا این هولوکاست توی اسرائیل رقم نخواهد خورد. من غرضم اینه که جمهوری اسلامی این هولوکاست داخل ایران داره رقم میزنه. آشویست دیگری رو تاریخ خواهد نوشت. آشویست دیگری تو زندانهای ایران اتفاق افتاده و هر روز داریم ما اینو میشنویم بارها و بارها. دقیقا. توی سوریه، دقیقا. توی لبنان، توی یمن این هولوکاست و جمهوری اسلام توی عراق رقم زده و باید یک جای جلوشو گرفت. سپاس از شما. سپاسگزارم. بله آقای کلانتری، سپاس از شما. پیش جناب امیر، اینجا حالا من یه سوالی الان دیگه کسی در نوبت نیست، خودم به سوال خودم بکنم و بعدم از آقای تا چند روز دیگه الان که دوستان آقای کلانتری اشاره کرد، تا چند روز دیگه 43 سالگرد جمهوری اسلامی خواهد بود. سوال من این استش که شما به عنوان یک کنشگر سیاسی و یک کسی که تاریخ رو تحقیق کردید، بررسی کردید و دیدید با تجربه، با دانش، با تجربه‌ای که دارید، چه نقصی، چه کمبودی در سیستم پادشاهی دیدید یا وجود داشت که منجر به انقلاب اسلامی شد؟ اگر این رو میتونید بگید برای ما، بیان بکنید که چه اشکالاتی وجود داشت که 43 سال پیش انقلاب اسلامی روی داد. بله، خیلی ببخشید که من واقعا نمیخوام وارد این مبحث بشم و با حکومت ها هم هیچ کاری ندارم، ولی اگر میپرسید که چه عواملی باعث بروز این فاجعه شد، خیلی مختصر خدمتتون بگم که این در دوران جنگ سرد بود، جنگ شدیدی بود. ایالات کشورهای غربی با روسیه، با اتحاد شوروی شدیداً در نزاع بودن. دولت آمریکا آمد ناتو، سیتو و سنتو رو برپا کرد که یک کمربندی رو برپا بکنه در برابر حکومت شوروی. این یکی از عوامل. عامل دوم این بود که پادشاه ایران نیتهای بسیار بسیار پاکی داشت، کشورش رو خیلی دوست داشت و دلش تحصیل کرده سوئیس بود، دلش میخواست که ایران کشور اروپایی بشه. همون کتابی که به سوی تمدن بزرگ نشون میداد که ایشون نیتهای خیلی ارزندهی داشت. منتها از اونجایی که مدیریت در ایران ضعیف بود، اجرای این نیات پاک با مشکلاتی برخورد کرد و گیر کرد. براتون یه مثال بزنم. در اسرائیل شرکت‌های تعاونی هست و ببخشید شهرک‌های تعاونی هست و شهرک‌های کمون هست، یعنی کیبوتس داریم و مشاف داریم. در مشاف تمام هر کسی زمین خودش رو داره، رو زمین خودش کشت میکنه، ولی خرید ماشین‌آلات به صورت دست جمعی انجام میگیره، محصولات رو به صورت دست جمعی میفروشن و بعد پولش رو تقسیم میکنن بین کشاورزان بر حسب مقداری که دادن. این یه مقدار زیادی از هزینه ها رو کم میکنه و یه مقدار زیادی اطلاعات کشاورزی مدرن در اختیار کشاورزان قرار میده. بعد یک آبادی های اشتراکی داریم به اسم کیبوتس. در کیبوتس پول وجود نداره، همه با هم کار میکنن، فروش محصول میره تو صندوق مرکزی و از صندوق مرکزی
ماهیانه یک پولی به افراد پرداخت میشه برای تامین هزینه های جاریشون، در حالی که غذاشون مشترکه، خوابگاهشون مال هم است و غیره و غیره. ببینید این دو تا زندگی مدرن رو از ایران آمدن و گروه های کارآموز رو فرستادن اسرائیل که یاد بگیرن این سیستم ها رو، بخصوصا تعاونی رو و کمتر اشتراکی رو، و ببرن ایران این رو انجام بدن. گیر کرد، چون جامعه ایران به روانشناسی ملت ایران میزان عادات و رسوم و سنت‌هاشون جور در نمی آمد با این. بنابراین کل اصلاحات به بنبست رسید و باعث نارضایتی شد. وقتی که کشاورزی ایران دچار فاجعه شد، وقتی که دچار فاجعه شد، کشاورزان بیکار شده آمدن به سوی شهرها. کشاورز در ایران کی بود؟ افرادی بودن که اعتقادات مذهبی بسیار بسیار غلیظی داشتن، افرادی بودن که تحصیلات زیادی نداشتن، تجربه سیاسی نداشتن، و خیلی زود میشد روی اینها تأثیر گذاری کرد. بنابراین عامل دوم این بود که آمدن از شهرهای دیگر با محرومیت‌های زیاد، و خیلی زود خمینی اینها رو جذب کرد و شکار کرد و وسیله قرار داد. عامل سوم عدم آگاهی افرادی بود که اسم خودشون رو روشن فکر می‌گذاشتن. اونها هرگز فکر نکردن که اسلام یعنی چه، اسلام تعصب‌گرا یعنی چه، چطوری میتونه یک فردی به اسم روح الله خمینی که در نفلوشتو نشسته و میگوید که اسلام دین اول شیعه، مذهب اول و همه چیز باید طبق قوانین شیعه باشه، چطوری بیان و با یک چنین فردی همکاری میکنن؟ چطور ممکنه که از خمینی میپرسن آقا حزب کمونیست اجازه فعالیت، حزب توده اجازه فعالیت خواهد داشت در ایران؟ میگه بله، همه احزاب سیاسی اجازه فعالیت دارن بر حسب موازین اسلامی. و این آخرین تیکه رو هیچ کس بهش گوش نکرد که یعنی چه بر حسب موازین اسلامی. یعنی روشنفکران ایرانی فریب خوردن و ملت ایران رو فریب دادن. حالا عامل دیگر هم جیمی کارتر بود که فردی بود که از سیاست ناآگاه بود و هیچ شناختی از سیاست بین المللی نداشت. و از جانب دیگر هم سازمان های ترور فلسطینی بودن که به خمینی پیوستن، به خمینی کمک کردن. صاف یعنی سازمان آزادی بخش فلسطین آمد و گروهی از افراد خمینی رو تعلیم نظامی داد که برن در ایران خرابکاری بکنن. لیبی زمینش رو قرار داد رادیو برای حکومت ایران. اینها همه رو با هم جور بکنید، بدون اینکه من درباره رژیم حاکم بر ایران اظهار نظری بکنم که نمیخوام بکنم، ببینید که چه عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی باعث بروز این فاجعه شد تا اینجا. بله، سپاسگزارم، متوجه هستم، سپاس از شما. اتفاقا ما هفته گذشته برنامه داشتیم به عنوان سالگرد انقلاب سفید و بسیاری از این مطالبی که شما فرمودید دوستان در همون جلسه بیان کردن، همین مسئله آمدن کشاورزا و حاشیه نشینی و اتفاقاتی گفتن. آقای کربوسی عزیز بفرمایید، نوبت شماست. سپاس جناب قطبی، سپاس، درود خدمت، درود دوباره خدمت جناب امیر. آقای امیر، من یه پرسش دارم، دوست دارم که بارها راجبش با هم صحبت کردیم. این ضد اسرائیلی بودن که رژیم ضد اسرائیلی هست که به جای خود، آیا شما در بین اپوزیسیون هم این ضد اسرائیل بودن رو دیدی؟ تجربه‌ای دارید خودتون در زمینش اگر بخواید صحبت بکنید؟ دوست دارم که بیشتر راجبه این مسئله ازتون بیشتر بشنویم. دیدید کسی رو که
ضد اسرائیل باشه در میان اپوزیسیون، شاید بیشتر در بین طیف چپ، یا حالا به هر حال دوست داشتم راجع به این موضوع اگر میشه. بله ببینید، اگر مثلا از 20 سال 30 سال پیش از انقلاب شروع بکنیم، خمینی و گروه مذهبی در ایران بیشترین سوء استفاده رو کردن از تحریک احساسات یهود ستیزانه و ضد اسرائیلی در ایران. این از یک طرف. دوم این که باز اشاره میکنم، میگم جنگ سرد بود، خیلی جنگ سرد سختی بود. اسرائیل که در اوائلش یک کشور سوسیالیستی بود و اتحاد شوروی امید داشت که اسرائیل هم به جبهه شوروی بپیونده، اولین کشوری بود که اسرائیل رو به رسمیت شناخت و روابط بسیار دوستانه با اسرائیل برقرار کرد. ولی بعد که دید که در اسرائیل سوسیالیسمش داره به طرف آمریکا و غرب میره، سیاست ضد اسرائیلی در پیش گرفت. نکته دیگر، در همون دوران کشورهای عرب میگفتن نابود باید گردد، یعنی شدیداً علیه اسرائیل فعالیت جنگی میکردن، فعالیت تبلیغاتی میکردن، یهود ستیزی میکردن و اسرائیلی ستیزی میکردن. بعد صاف رحم، یعنی یاسر عرفات و دیگران هم از این موضوع استفاده کردن و ایرانیان رو تحریک کردن. خمینی در سخنانش همیشه از این آتو، از این وسیله برای به هیجان آوردن ملت ایران بیشترین استفاده رو کرد. بنابراین تا به قدرت رسیدن حکومت اسلامی یک جو ضد اسرائیلی بسیار بسیار شدیدی در ایران وجود داشت. این جو تا روزی که به اصطلاح روشنفکران ایرانی تصور میکردن که پیوستن به خمینی کار خوبی بود ادامه داشت. از روزی که اونها دیدن که سرشون کلا رفته و فریب خوردن، کم کم این شروع، این ضد یهودی و ضد اسرائیلی شروع به ریزش کرد. و امروز من قاطعانه میتونم بگم، چون با خیلی ها در ارتباط هستم، بسیاری از روشنفکران ایرانی و ایران دوستان و افراد ساده و عامی در ایران به اسرائیل، به دوستی با اسرائیل اعتقاد دارن، خواهان این دوستی هستن، احساس میکنن که در گذشته اشتباه کردن و این شامل حال بسیاری از روشنفکران هم میشه. و چه نمونه بهتر از اون سخنانی که مهمان عزیز شما دقایق پیش بیان کردن که میآیند و در روز قدس بیانیه صادر میکنن علیه روز قدس و علیه حکومت اسلامی. بعدم نگاه بکنیم که در سالهای اول به اصطلاح انقلاب ادعا میکردن که 1,000,000 نفر میان تو خیابون و به نابودی اسرائیل شعار میدن. امروز دیگه این داره تحصیل میشه. و آنچه که دوست عزیز ما درباره اون بیانیه گفتن که میخوان گسترش بدن، این یک نشان بسیار امید بخشیست که بتونه ملت ایران رو کاملا با ملت اسرائیل یکی بکنه. در شرایطی که دشمنان اسرائیل، اعراب منظورم، الان به دوستان خوب اسرائیل دارن مبدل میشن یکی بعد از دیگری، من تردیدی ندارم که ملت خوب ایران هم هیچ نزاعی با اسرائیل نداره، هیچ اختلافی نداره. اسرائیل هیچ نقطه از خاک ایران رو تصرف نکرده، ایران هیچ نقطه از خاک اسرائیل رو تصرف نکرده. ایران و اسرائیل، وقت نداریم که توضیح بدم، ولی مشترکات بسیار دارن، مشترکات بسیار دارن. ایران همیشه مورد تهدید بوده، اسرائیل همیشه مورد تهدید بوده و همکاری و همگامی بین دو کشور میتونه بسیار سودمند باشه برای هر دو ملت. یه نمونه کوچیک رو بگم که اگر خمینی نمی اومد و با اسرائیل قطع رابطه نمی کرد و دشمنی با اسرائیل رو پایه‌گذاری نمی کرد، اطمینان دارم صدام حسین هرگز
جرأت نمی‌کرد که به ایران حمله بکنه. این میتونه یه نمونه باشه و امیدوار باشیم که در آینده دو ملت خوب ایران و اسرائیل، دو ملتی که دوستی باستانی دارن، بتونن دوباره به سوی هم باز کردن و شرط اولش و سنگ بناش برانداختن حکومت ظالم کنونی است. بفرمایید. بله، سپاسگزارم جناب امیر، امیدوارم که همچین روزی پیش بیاد و من امیدوارم که ما باز بتونیم در خدمت شما باشیم و شما وقت داشته باشید که ما بسیار بسیار سوالات هست، بسیار بسیار موضوعات هست و چه کسی بهتر از شما. خانم سخاوت، خواهش میکنم، بفرمایید. درود بر شما، سلام عرض میکنم خدمت همگی. درود بر ملت ایران. درود بر شما. سعی میکنم سوالم رو خیلی سریع بگم. چند ماه قبل پیام صلح کوروش که در واقع یک پیام صلحی بین مردم ایران و اسرائیل بود، از طرف گروهی به نام سایرس کور در واقع به مردم اسرائیل در خود اسرائیل در واقع برگزار شد یک جلسه و خوانده شد. این سفر که رسمی بودش، میخوام ببینم از نظر شما که یک جورنالیست هستی چه بازتابی داشتش برای مردم اسرائیل و در واقع دولت اسرائیل. ممنون میشم، مرسی. ببینید، این سفر در رسانه‌های اسرائیلی به صورت برجسته منعکس شد. مسلماً دولت اسرائیل هم ازش استقبال کرد به خاطر اینکه خود دعوت از طرف وزارت خارجه اسرائیل بود و این میتونه یک نمونه و یک نشان برای قرار دادن آجر دیگری بر اون دیوار دوستی و همکاری و همزیستی و همیاری بین دو ملت ایران و اسرائیل. هر اندازه که این گونه فعالیت ها بیش و بیشتر بشه، مسلما هم ملت های دو کشور به هم نزدیکتر خواهند شد و هم دولت های اسرائیل بیشتر به سوی دوستی با ملت ایران جذب خواهند شد. انتقاد صریحی که من میتونم از دولت‌های اسرائیل بکنم این است که تا به حال اون کمکی رو که من انتظار داشتم در اختیار ملت ایران قرار ندادن. ملت ایران نیاز داره، منتها از یک طرف اسرائیل محدودیت‌های خودش رو داره، از طرف دیگه کمک رساندن از خارج به ملت ایران کار چندان آسانی نیست، ولی باید راهش رو پیدا کرد. من از دولت اسرائیل، از تمام دولت‌های آزادیخواه جهان انتظار دارم که حمایتشون، حمایت عملی نه فقط لفظی، حمایتشون را از ملت ایران بیش و بیشتر بکنم. سپاسگزارم و سپاس از خانم سخاوت. جناب آقای پاشایی عزیز، من خواهشم از شما این است که میکروفون رو بگیرید. آقای پاشایی تشریف دارید؟ در خدمتتون هستم. سپاس از شما جناب پاشایی. همینطور که مشاهده میکنید آقای امیر مهمان هستن و در جریان بودید و سوال اول یا بحث اول یا گفتگوی اولشون در مورد حداقل اتحاد یا ائتلاف و یا همکاری گروه های اپوزیسیون بود و خواهشم از شما این استش که به این موضوع بفرمایید تا همه، هم آقای امی و هم ما بیشتر آشنا بشیم. خواهش میکنم. حتما. با عرض ادب و احترام به امیر عزیز، حقیقتا من خودم سالهاست از تحلیلایشون استفاده میکنم و بهره میبرم. در مورد مسئله اتحاد ایران اسرائیل، من لازمه که اینو یادآوری کنم که ما در حوز مشروطه شاید جزو اولین تشکلات سیاسی بودیم و رسما اعلام کردیم که در ایران آینده بعد از آزادسازی اسرائیل متحد طبیعی ماست. برای اینکه هم که خود ترانفر فرمودین، اسرائیل هیچ وقت در پیش سالها به خاک ایران نظر نداشته. ما با هم مرز مشترکی نداریم که بخوایم خدای نکرد یک روزی سر اون حساب مسائل مرزی با هم اختلاف بکنیم، بلکه در تمام طول سالهایی که از قدیم در تاریخ که کلیمیان که عمده ترین به حساب ایرانیان اصیل اون جامعه بودن و چه در دوران اخیر به حساب همیشه اسرائیلی ها کمک ما کردن برای اینکه ما بتونیم تکنولوژی رو برای اونجا بکنیم و به حساب در ایران را بندازیم. ما هممون دشت گرگان رو یادمون، دشت قزوین رو یادمون میاد، به حساب کشاوردی های مدرن رو در ایران که وسیله اسرائیلی ها انجام گرفت یادمون میاد.
همکاری های نظامی که در اون زمان به حساب بین ایران و اسرائیل در جریان بود در مسیر حفظ هر دو منافع هر دو کشور در حقیقت به یادمون میاد و همیشه مطلع بودیم که ایران و اسرائیل میتونن در آینده دوستان خوب برای هم باشن. در همین سفری که سال گذشته ما به اسرائیل کردیم در همین به حساب سایرش اونجا در حقیقت تلاش کردن همین مطلب رو مجدد تکرار کنن که ما در ایران آینده باید تکنولوژی که اسرائیلی ها به خصوص امروز که ایران با مسئله آب با مسئله خاک به شدت به حساب گریبان این مردم ایران رو گرفته به دلیل ناتوانی های جمهوری اسلامی اون تکنولوژی که اسرائیل در این مورد در استفاده از به حساب آبگاری قطره‌ای داره و ما در اون سفر در چندین فی بود به حساب رفتیم و دیدیم روش آبیاری رو حقیقتا نیاز داریم که این که کشور بتونه با هم باشه. در مورد مسئله همکاری اپوزیسیون ما در حزب مشروطه جامعه میر ما به اصلا روز آغازمون در به حساب بند اساس خود نوشتیم ایران آینده باید با همکاری همه ایرانیان ساخته بشه یک روزی و ما ظرف 25 سال گذشته 28 سال گذشته که حزب مشروطه رو به حساب دقیقاً راج راه انداختیم و کار کردیم اولین هدف ما اینه که بتونیم در فضای اپوزیسیونی خانواده‌های سیاسی رو به هم نزدیک کنیم. این دشمنی خانواده‌های سیاسی چه جمهوری‌خواه چه چپ چه راست حقیقتاً یکی از بلایات ایران بوده است که گریبان ما را هم در بهار 57 گرفت و با اون انتقام خونینی که دیدیم به حساب انجام میده. همین ما همیشه در این مسیر حرکت کردیم که بتونیم این فضا رو به صورت تبدیل به یک فضای دوستی و همکاری کنیم. خوشبختانه بود ما در به حساب اپوزیسیون تونستیم این فضا رو مسلط کنیم. برخلاف شاید بتونم بگم 15 سال پیش یا 20 سال پیش خیلی این فضا در بین خانواده‌های اصلی اپوزیسیون به حساب در جریان است. روابط بسیار خوبی ما داریم. هم ما با دوستان سوسیالیست با دوستان چپ با دوستان جمهوری ها و به حقیقتا اگر اقرار نکنم در هفته 5-6 جلسه ما در مسیر همکاری که با همدیگه چگونه همکاری پیش ببریم که یکی از نمونه هایی که حتما شما ملاحظه فرمودید اون کمپین نه به جمهوری اسلامی بود که یک سال پیش راه افتاد که بعد تبدیل به اون کمپین به حساب نه به انتخابات شد و در اونجا از همه نیروها توش بودن، یعنی دوستان جمهوری خواه توش بودن، دوستان به طرف پاچه‌ای توش بودن، دوستان سوسیالیست توش بودن. در مورد مسئله به طرف تجزیه طلب‌ها ما حقیقتا اونها رو به عنوان گروه سیاسی نمی‌بینیم. برای اینکه ما اول باید ایرانی داشته باشیم که بعد بگیم آقا ما در مورد ایران حالا می‌خوایم جمهوریش کنیم یا می‌خوایم پاچه‌ایش کنیم یا می‌خوایم به طرف نمی‌دونم سیستم سوسیالیستی بیاریم. ولی اگر قرار شد ایران تجزیه بشه بعد 17 تا تیکه بشه اصلا نمیدونم من به سهم خودم میگم من نمیدونم برای کجا باید مبارزه کنم، باید برای رشت مبارزه کنم، برای تهران مبارزه کنم، برای عراق مبارزه کنم، برای کجا. ما تا روزی مبارزه میتونه ادامه داشته باشه که ایران یک پارچه و یک دست باشه. همونطور که خودتون فرمودین هر کشور عاقلی طبیعی است که دلش نمیخواد در اطرافش 50-60 تا کشورهای کوچولو کوچولو لات بی سر پا همجوری سر کول همدیگه میزنن همدیگه رو بدبخت میکنن وجود داشته باشه. ما روی این مسیر حقیقتا برای ما مسئله تجزیه مسئله خط قرمز برای ما، چون اگر اونجوری بشه دیگه اصلا ما دلیل مبارزه‌مون رو از دست میدیم. در مورد خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم آقای امیرکه شنیدم شما فرمودید که اسرائیل نگاهی به تجزیه طلبان ندارد. برای اینکه ایران به نظر من آنچه که میبینید در ایران خود حتما شما دفعه سالهایی گذشتید که این خیزش ها در ایران شروع شده میبینید اون مسئله ناسیونالیسم ایران مسئله ایست که به حساب جوهری است که میتونه در برابر این اسلام گرایی مردم رو به حساب با هم متحد کنه و به خیابان بیاره. داستانهای تخریب به حساب کوروش رو دیدیم، سالگرد بود به حساب سالگرد کوروش رو در پاسارگاد مردم برگزار میکردن و سراسر ایران راههای دور میرفتن برای اینکه اونجا باشن و ما به سهم خودمون تلاش میکنیم که این ناسیونالیسم رو تبدیلش کنیم به ناسیونالیسم دفاعی، ناسیونالیسم تهاجمی و امیدوار هستیم که به حساب دوستان اسرائیلی ما هم در این مسیر با دقت بیشتر و دقت ظریف‌تر به این موضوع نگاه کنن و اون پشتیبانی هم که شما ازش اشاره کردید امیدواریم به حساب از کف خیابون انجام شه، نه یک گروه به خصوص، نه یک طرفدار پاچه‌ای، نه جمهوری خواه، بلکه از کف خیابون، آنچه که مردم کف خیابون میخوان و میان و صحبت میکنن اونجاست که وقتی که مردم خیز بلند میشن در خیزش های مختلف پشتیبانی دولت اسرائیل از اون مردم که کف خیابون هستن و از خواسته ها جمهور هر چی میخواد باشه اون کف خیابون تعیین میکنه. اونجا به نظر من یکی از لمس‌هاییست که میتونه قوام و نزدیکی ما دو ملت رو به هم خیلی بیشتر بکنه.
خیلی ممنونم که به من توجه کردیم به ارادمنده. میدونم وقتتون کوتاه است و تشریف ببرید. خیلی خوشحال بودم که در خدمتتون بودیم همه ما. تشکر میکنم. سپاس از همه دوستان و همیارانی که در این بحث شرکت کردن. تصور